سلام بر شما. ساعت 7 صبح در تهران، بیننده این بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با من زینب آوین هستید. ابتدا سرخط خبرها. وضعیت جنگی در مرزهای اسرائیل و لبنان. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید برای جنگ آماده میشویم. نگرانی آمریکا از تلاش روسیه برای ساخت سلاح هسته‌ای فضایی. مقامات آمریکایی میگویند این تهدید مهم اما فوری نیست. تعطیلی مدارس و ادارات در برخی شهرهای ایران در پی انفجار در خطوط لوله گاز. اطلاعات ایران اینترنشنال حاکی از انجام انفجارها از سوی یک گروه سلفی مستقر در افغانستان است. ساعتی پس از حمله حزب الله به پایگاه ارتش اسرائیل در مرز لبنان، رئیس ستاد ارتش اسرائیل با حضور در مرزهای شمالی این کشور گفت ارتش اسرائیل برای جنگ در مرزهای شمالی با لبنان آماده می شود. فرمانده ارتش اسرائیل گفته اسرائیل در حال حاضر روی جنگ تمرکز دارد و تا زمانی که از امنیت در مرزهای خود با لبنان اطمینان حاصل نکرده به برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. او همچنین آخرین وضعیت جنگی را با فرمانده جبهه شمالی و فرمانده لشکر جلیل بررسی کرده. از سوی دیگر شبکه واینه در گزارشی از تغییر آرایش نظامی ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی خبر داده و گفته نیروهای نظامی این کشور در بالاترین سطح آمادگی برای حمله قرار گرفتند. تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان پس از آن بالا گرفت که در جریان حمله راکتی حزب الله در روز سه‌شنبه یک نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها یک سرباز 20 ساله اسرائیلی در این حمله کشته شده. این حمله یک روز پس از آن اتفاق افتاد که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تهدید کرد که حملات موشکی به اسرائیل تا زمان برقراری آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر در پی مذاکرات صلح در قاهره محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از رهبران حماس خواسته با پیشنهاد آتش‌بس موافقت کنند. او با اشاره به حوادث منجر به اعلام موجودیت کشور اسرائیل در سال 1948 گفت حماس بهتر است برای جلوگیری از یک رویداد فاجعه بار دیگر برای فلسطینیان با اسرائیل به توافق برسد. اظهارات محمود عباس در حالی است که به گفته مقامات مصری حماس شرط اصلی آزادی گروگان‌ها را خروج امن فرماندهان خود از نوار غزه دانسته، امریکا مقامات اطلاعاتی اسرائیل با آن موافقت نکردند. همزمان در ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس، رئیس جمهور ترکیه به مصر سفر کرده. این اولین حضور رجب طیب اردوغان در قاهره پس از سقوط دولت اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی در سال 2013 است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده در این سفر رجب طیب اردوغان و عبدالفتاح سیسی همتای مصری او درباره تنش‌های اسرائیل و فلسطین و پیشبرد طرح آتش‌بس گفتگو کردند. قرار است رئیس جمهور ترکیه با حضور در مرز رفح از روند کمک رسانی به آوارگان فلسطینی بازدید کند. ترکیه در حالی با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد که ضمن مخالفت با تروریستی خواندن حماس میزبان بخشی از رهبران این گروه است. به همکاری و همبستگی با برادران مصریمون برای توقف خونریزی در غزه ادامه میدیم. در این مدت ما آماده همکاری با مصر برای بهبود غزه و بازسازیش هستیم. این فرصت رو داشتیم که مسائل لیبی، سودان و سومالی را ارزیابی کنیم. ما از وحدت، همبستگی، تمامیت ارضی و صلح این سه کشور برادر حمایت کامل می‌کنیم. هرگز نمی‌خوایم درگیری، تنش یا بحران را در آفریقا، خاورمیانه یا سایر نقاط منطقه ببینیم. با این هدف مصمم هستیم که تماس‌هامون را با مصر در هر سطحی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه افزایش بدیم. ما یک تاریخ و فرهنگ متقابل در هم تنیده با مصر داریم که قدمتش بیش از 1000 ساله. با قدرتی که از این میراث ریشه دار دریافت می‌کنیم، در تلاشیم تا روابط ترکیه و مصر را به سطحی که سزاوارش هستند افزایش بدهیم. می‌بینیم که همان اراده قوی در طرف مصری هم وجود دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما همراه شد. آقای هاشمیان، فرمانده ارتش اسرائیل گفته نیروهای این کشور برای جنگ با حزب الله آماده میشن. به نظر شما این تهدید چقدر جدی و فوری هست؟
این خطر جدی الان، منتها ما بایستی ببینیم که اون نیروهایی که مخالفت میکنن با یک جنگ گسترده در لبنان اونها چه کار میکنن. ضمن اینکه باید توجه کرد که ما الان وارد یک مرحله جدید شدیم با توجه به حمله‌ای که حزب الله انجام داد و با توجه به واکنشی که اسرائیل انجام داد. اسرائیل دایره اون قواعد درگیری رو گسترده‌تر کرد به نبطیه، به 4 محور نبطیه که خارج از قطعنامه 17 صفیه که حمله کرد و قبلش هم حزب الله به ستاد فرماندهی، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه نظامی در عمق 15 کیلومتری اسرائیل حمله کرد. این نشون میده که ما در یک مرحله جدید هستیم، منتها این به یک جنگ فراگیر کشیده میشه هنوز مشخص نیست، ولی این ثابت میکنه که خطوط قرمز حزب الله و خطوط قرمز جمهوری اسلامی الان داره مشخص میکنه، داره مشخص میشه. برای حزب الله و جمهوری اسلامی نه لبنان اهمیت داره، نه فلسطین، نه خاورمیانه و نه هیچ دیگه، و فقط موضوع حماس و احتمال نابودی حماس در منطقه رفح و امثال اینها در واقع خط قرمز شده، چون که قبلا این مسئله به این شکل هات برای جمهوری اسلامی میبینی که اخیراً عبداللهیان به منطقه سفر کرده و خصوص به لبنان رفته، برای جمهوری اسلامی این چنین اهمیت پیدا نکرده تا اینکه اسرائیل الان به رفح نزدیک شده. ضمن اینکه باید اشاره کرد که حزب الله و حسن نصرالله هم جهت معکوس دارن میرن با دولت لبنان. قبلا میگفتن که سلاح حزب الله به خاطر اینه که مزارع شبا در تصرف اسرائیل، الان با پیشنهادی که فرانسه داده مزارع شبا در واقع به لبنان برگردونده میشه و بسیاری از امتیازات دیگه هم مطرح میشه. منتها حسن نصرالله میگه این امتیازات هیچ اهمیتی نداره و این نشون میده که چقدر این فرد و این گروه و جمهوری اسلامی پشت سر آن در واقع منافع لبنان، منافع منطقه و منافع در واقع دنیا را به بازی گرفتن. بسیار متشکرم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب که از واشنگتن با ما همراه بودید. رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در جلسه توجیهی در کاخ سفید نسبت به تهدید قابلیت‌های نظامی و فضایی روسیه هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده دولت آمریکا به کنگره و متحدان اروپایی خود اطلاع داده که روسیه در تلاش برای ساخت یک سلاح هسته‌ای ضد ماهواره است. استقرار چنین سلاحی می‌تواند ارتباطات غیر نظامی، نظارت بر فضا، عملیات فرماندهی و کنترل نظامی ایالات متحده و متحدان آن را از بین ببرد. این سلاح هنوز در مرحله ساخت است و در مدار زمین قرار نگرفته و تهدیدی فوری علیه آمریکا، اوکراین و متحدان واشنگتن تلقی نمی شود. با این حال رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن خواسته تمامی اطلاعات مربوط به این تهدیدها را از حالت طبقه بندی خارج کند تا کنگره، دولت و متحدان آمریکا بتوانند آشکارا درباره اقدامات لازم برای پاسخ به این تهدیدها صحبت کنند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر واشنگتن با ما همراه شدن. آقای ندیمی، آیا جزئیاتی میدونیم در مورد این سلاح هسته‌ای ضد ماهواره، چه قابلیت هایی داره و چرا روسیه به دنبال ساخت چنین سلاحی هست؟ جزئیات خیلی زیادی نخیر، هنوز منتشر نشده، کاملا محرمانه هست، ولی فشار داره میاره که نماینده آقای ترنر، نماینده خاص، که این اطلاعات منتشر بشه به خاطر اینکه روی روسیه، از یک طرف روی روسیه فشار بیاد، از یک طرف نسبت به کمک هایی که باید به اوکراین بشه در جنگ علیه روسیه مقدار زمین آماده تر بشه، و از طرف دیگه ایالات متحده برای به وجود آوردن امکانات مقابله با این نوع سلاح روسیه بتونه دست بازتری برای اقدام داشته باشه، بتونه بودجه از کنگره تامین بکنه. و احتمالاتی وجود داره در مورد که این سیستم روسیه چی میتونه باشه و یک سیستم ضد ماهواره. ببینید،
از زمانی که اولین ماهواره روسیه در شوروی سابق در سال 1957 مدار رسید، این نگرانی وجود داشت که ماهواره ها در مدار در مقابل سلاح‌های طرف مقابل در دوران جنگ سرد آسیب پذیر باشند و استفاده از سلاح‌های ضد ماهواره برای مقابله با ماهواره‌های طرف دیگه طبیعتاً مورد بررسی و همینطور آزمایش قرار گرفت. از دهه 60 این سلاح‌ها در اختیار آزمایش انجام گرفت، این سلاح‌ها در اختیار هم روسیه بود شوروی و هم آمریکا، و برای اینکه یک سلاح ضد ماهواره بتونه خیلی مؤثر واقع بشه باید دقت زیادی داشته باشه که بتونه از نظر هدفگیری بتونه به اون ماهواره‌ای که در مدار زمین هست برسه و اون موقعیتش رو پیدا بکنه. حالا اگر این سلاح از یک کلاهک هسته‌ای برخوردار باشه، نیاز به دقت خیلی زیاد در رسیدن به هدفش در فرصت کمی که داره کمتر میشه، و از طرف دیگه سلاح‌های ضد ماهواره‌ای که کلاهک هسته‌ای داشته باشند یا به نوعی کلاهک تشعشعی داشته باشند میتونن با ایجاد یک پالس الکترومگنتیک یا یک پالس اشعه ایکس در حقیقت ماهواره‌هایی که در یک محدوده خاصی در اطرافشون هستند و به صورت کامل از بین ببرند و سیستم‌های الکترونیکی اونها رو به اصطلاح برشته بکنند و از کار بندازند. روش‌های دیگه‌ای هم البته به عنوان سلاح‌های ضد ماهواره هست، انواع لیزرهای کورکننده یا سیستم‌های برخوردی، یعنی موشک‌هایی که از زمین مستقیم پرتاب میشن و به صورت مستقیم اوجیری میکنن به سمت هدفشون و برخورد میکنن. همونطور که عرض کردم باید از سیستم ناوبری خیلی دقیق برخوردار باشن. روسیه در سال اخیر، سال 2020-2021، چند بار چنین آزمایشاتی انجام داد برای نابود کردن ماهواره‌ها در مدار. آمریکا بسیار از این بابت نگران شد. چین هم از سال 2007 چند آزمایش ضد ماهواره انجام داده بود. به خاطر همین از سال 2022 آمریکا از یک دقیقاً یک ممنوعیت یک جانبه برای استفاده آزمایش و استفاده از سلاح‌های ضد ماهواره‌ای رو برقرار کرد و توصیه کرد به کشورهای دیگه هم که از این مسئله پیروی بکنن. البته ما می‌دونیم که از سال 1967 یک قانون پیمان قدغن کردن استفاده نظامی از فضا وجود داشته و تمام کشورهای آمریکا و شوروی اونو امضا کرده بودن از همون زمان، از جمله استفاده از سلاح هسته‌ای رو ممنوع کرده بود. ولی خب می‌دونیم که روسیه در این سال‌های اخیر از خیلی از پیمان‌های دو جانبه با آمریکا خارج شده و این احتمالاً وجود داره که از این پیمان استفاده نظامی از فضا هم خارج بشه. در نتیجه آمریکا خیلی نگران هستش که استفاده نظامی روسیه از فضا به خصوص استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در مدار زمین میتونه باعث ایجاد یک به وجود آوردن یک مسابقه تسلیحاتی جدید بشه، چون این نگرانی هست که نه فقط این سلاح ضد ماهواره باشه، حالا چه با سر جنگی هسته یا خیر، بلکه روسیه ممکن است سلاح‌های هسته‌ای در مدار زمین استفاده بکنه. امکاناتی که به هر حال از دهه 60 اونو آزمایش کرده بود، اصطلاحا بهش میگن سیستم بمباران مداری ارتفاع پایین که تا حداکثر تا 150 کیلومتر میتونن این سلاح هسته‌ای رو داشته باشن و بدون هشدار قبلی میتونن این سلاح هسته‌ای که در مدار زمین هستن علی هر نقطه در دنیا با فرصت خیلی هشدار خیلی کم ظرف چند دقیقه استفاده بکنن و این یک برگه جدیدی، یک فصل جدیدی از مسابقه تسلیحاتی بین ابرقدرت‌ها رو به وجود میاره و خیلی باعث نگرانی هست. بسیار متشکرم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. در پی وقوع انفجارهای متعدد در خطوط اصلی انتقال گاز ایران، شماری از شهرها و استانهای کشور با کمبود گاز روبرو شده و مدارس، ادارات و واحدهای صنفی در برخی از شهرها تعطیل شدند. علت این انفجارها خرابکاری در خطوط لوله گاز اعلام شده که در چندین نقطه از استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری انجام شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انفجار خطوط انتقال گاز در این استان‌ها از سوی گروه‌های سلفی مخالف طالبان و جمهوری اسلامی که در مرز ایران و افغانستان مستقر هستند انجام شده.
وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی این انفجارها را خرابکارانه دانسته و گفته قطعی گاز در برخی شهرها مانند زنجان و لرستان باعث تعطیلی مدارس، ادارات و دستگاه‌های اجرایی و صنایع شده. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی درباره انفجار در خطوط انتقال گاز بر بی‌اعتمادی به خبرهای منتشر شده از سوی مقامات حکومتی تاکید کردند. خدمتتون عرضم که دیگه اینا شدن چوپان دروغگو، از بس دروغ گفتن که کسی نمیتونه بپذیره حرفاشونو، هرچند که اینم دروغه، ولی اگه 1% هم حرفاشون راست باشه، از بس دروغ گفتن هیچ کی نمیتونه قبول کنه که اینا دارن راست میگن. این انفجار لوله های گاز کار خودشونه دیگه، دستشون رو شده برای مردم به خاطر اینکه نزدیک انتخاباته، به مردم بفهمونن که اگر ما نباشیم، اگر وجود ما در ایران نباشه، همچین اتفاقاتی میفته، حواستون باشه. فقط برای انتخاباته، فقط به خاطر اینکه یه مقدار مردم رو سرگرم کنن، بگن وضعیت به هم ریخته است. به نظر من این انفجارهای گاز کار خودشونه، کار کسی نیست. میخوان این گرونیایی که داخل ایران الان هست و بعداً هم زیاد میشه، مردم ساکت بشن، بگن آره اگر ما نباشیم این اتفاقات تو کشور میفته، مردم بترسن، در مقابل گرونیا سکوت کنن. همکارم مورد ویسی اینجا در استودیو همراه من هست برای گفتگوی بیشتر در مورد. آقای ویسی، در ابتدا برامون بگید تحلیل شما از این انفجارها چه است؟ این انفجارها به نظرم هم شکست اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی، هم شکست امنیتی، هم ضربه‌ای به سرویس‌های اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی، هم ضربه‌ای به سازمان پدافند غیر عامل که مدت هاست دارن در مورد توانایی‌هاش تبلیغ و بزرگنمایی می‌کنن. شکست اطلاعاتیه. چرا؟ چون موقعی که یه انفجار رخ میده، یه کسی ترور میشه، به یک تأسیساتی حمله میشه یا یک اسناد یک تأسیساتی دزدیده میشه، قبل از اینکه اون اتفاق به لحاظ امنیتی بیفته، یعنی سرویس اطلاعاتی شکست خورده در شناسایی این تهدید. اول شکست اطلاعاتی رخ میده، سرویس‌های اطلاعاتی متعدد جمهوری اسلامی که 16 17 تا هستن نتونستن کشف کنن که همچین تهدیدی وجود داره، از کجا میخواد انجام بشه، کی میخواد انجام بده و چه وقت باش مقابله کنن. بنابراین یه شکست اطلاعاتیه. بعد از اون شکست امنیتی حفاظتیه، یعنی اون گروهایی که حفاظت این تأسیسات رو دارن، حفاظت این افراد رو دارن و از امنیت این تأسیسات و افراد مراقبت میکنن، اونها هم شکست خوردن. به طور مشخص کجا؟ یکی سرویس‌های اطلاعاتی که کار اطلاعاتی میکنن و یکی هم سازمان پدافند غیرعامل. الان حدود 20 ساله در ایران یک سازمانی درست شده، سازمان پدافند غیرعامل، زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح است. وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که از زیر ساخت‌های حیاتی کشور مثل سدها، نیروگاه‌ها، تأسیسات، صنایع، کارخانجات به روش‌های غیر نظامی اینها رو ایمن کنه در مقابل تهدیدات. خب ما می‌بینیم که به کرات در اینها اتفاقات می‌افته. مثلا دو بار سامانه پمپ بنزین هک شده، یا الان میان مثلا این انفجارها در خطوط لوله گازه. معلوم میشه که پدافند غیر عامل اون توانایی هایی که میگن، اون تبلیغاتی که میگن، بزرگنمایی واقعی نیست و مکرر در مکرر برای شکست میخوره. یک نکته دیگه هم که میتونم اضافه کنم، مخصوصا این انفجارها، انفجار در خطوط گاز، موقعی که شب فیلم برداری ازش میشه که الان فیلماش میبینید، این تأثیر روانی جدی داره رو مردم در مورد ناتوانی جمهوری اسلامی. چون شما از دور الان ما ویدیوهایی داریم میبینیم، مردم تو ماشینا دارن میبینن،
خطوط لوله گاز رو نشون میده، این انفجار شعله‌های گاز داره میره بالا. این تأثیر روانیش در ذهن مردم که جمهوری اسلامی ناکارآمده، ناتوانه در مقابل حریفا و دشمناش، در این جور موارد خیلی تأثیر میگذاره، چون در شب تاریک خطوط لوله و انفجار و آتش رو میبینن، تأثیر روانیش از تأثیر واقعیش هم بیشتر میشه. خب خیلی ویسی، وقوعی چنین اتفاقاتی در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، دلش اصلا کوتاه برام. ببینید، من در قبل از این در ایران اینترنشنال هم بارها گفتم در 15 سال اخیر 30 تا شکست اطلاعاتی امنیتی بزرگ خوردن. هم تنوع شکستاشون بالاست، یعنی فرمانده‌هاشون ترور شدن، تأسیسات مهم در جمهوری اسلامی منفجر شده، زیر ساختای مهم مثل بنزین و گاز منفجر شدن، یا اسناد هسته‌ای، یعنی در تنوعی از حوزه‌ها جمهوری اسلامی شکست خورده. از اون نظر، از نظر عدد هم عددش داره میره بالا. 30 تا شکست اطلاعاتی امنیتی در 15 سال خیلی زیاده. و اون حرف اصلیشون که میگن ما هرچی نداریم در عوضش امنیت داریم، به نظر میاد که تو خالیه این حرف. بسیار متشکرم از شما مراد ویسی، همکارم که اینجا در استودیو با ما همراه بودید. یک گزارش علمی جدید حاکی از تاثیر مثبت وایاگرا در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر است. پژوهشگران کالج دانشگاه لندن میگویند آزمایش آنها باعث تاخیر 5 ساله در وقوع آلزایمر در مردان بالای 40 ساله شده. این اولین آزمایش بزرگی است که اثر وایاگرا بر آلزایمر را تایید میکند. همایون خیری گزارش میدهد. نتایج غیر منتظره یک مطالعه جدید نشان داده استفاده از داروی وایاگرا خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می‌دهد. میزان کاهش خطر 44% و در مورد آزمایش شوندگان است که در بازه زمانی مشخص بین 21 تا 50 قرص وایاگرا مصرف کرده بودند. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن اختلال جنسی در 260 هزار مرد بالای 40 سال را بررسی کردند. به دلیل ضعف در عملکرد اندام تناسلی، به این مردان توصیه شده بود وایاگرا مصرف کنند. گزارش علمی مطالعه نشان می‌دهد تا 5 سال پس از مصرف وایاگرا، نشانه ای از وقوع آلزایمر در آزمایش شوندگان وجود نداشته. دارویی که امروز به نام تجاری وایاگرا فروخته می‌شود، در ابتدا تحت عنوان سیلتنافیل و به عنوان داروی فشار خون برای افراد مبتلا به فشار خون پایین تولید شد، اما اثر مثبت آن بر فعالیت اندام جنسی مردان بازار مصرف این دارو را فراگیر کرد. شروع اثرگذاری وایاگرا در مردان 20 دقیقه پس از مصرف و دوام اثر آن حدود 2 ساعت است. با این حال در میان هشدارهای سلامتی عنوان شده که استفاده از وایاگرا ممکن است منجر به اختلال عملکردی کلیه‌ها شود. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن میگویند اثر وایاگرا بر وقوع آلزایمر میتواند برای کسانی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند امیدبخش باشد. در حال حاضر 55 میلیون نفر در جهان با انواعی از اختلال در حافظه دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال‌های اخیر داروهایی برای تأخیر بروز آلزایمر به بازار آمده که بعضی از آنها مؤثر بودند. اما این اولین بار است که یک آزمایش تأخیر قابل توجه در وقوع آلزایمر را تایید می‌کند. گزارش اثر وایاگرا بر آلزایمر در شماره جدید نشریه نورولوژی منتشر شده. گرچه نویسندگان گزارش می‌گویند نیاز به آزمایش‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد. لطفاً پیش از مصرف هر نوع دارو با پزشک مشورت کنید. همایون خیری، لندن. فراموش نکنید که شما میتونید با ما در ایران اینترنشنال به آدرس bama@iraninter.com در تماس باشید. شما همچنین میتونید ویدیو و گزارش‌های خودتون رو برای ما روی واتساپ و تلگرام به شماره‌ای که روی تصویر میبینید ارسال کنید. ویدیوهایی که شما برای ما میفرستید بخش مهمی از پوشش خبری ما در ایران اینترنشنال است. و ما در پایان این بخش خبری ویدیویی میبینیم از مهرشاد شهیدی و دیگر کشته شدگان اعتراضات که امیر شهیدی پدر این معترض کشته شده با ترانه هجرت گروه چارتار آن را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده. با دیدن این ویدیو این بخش خبری رو هم به پایان میرسونیم. ممنون که ما رو همراهی کردین. تا بعد.
از شبانه های سرد و خالی، از دروغ و دومود این حوالی، جستن تا در کامم شری بروید، در من مردی تنها شفته بوید. Time.